بم به خبری رسانه های امریکایی سناتور مچ مکانل رهبر جمهوری در مجلس سنا و قدرتمندترین فرد این حزب پس از دونالد ترامپ معتقد است عملکرد آقای ترامپ قابل استیزا است در صورت تایید این خبر کار دیموکرات ها برای استیزا دونالد ترامپ آسانتر خواهد شد پیش از ایستیزا مجلس نمایندگان آمریکا در تلاش اجرای متمم 25 قانون اساسی آمریکا است از همین رو اعضای این مجلس با صدور قطعنامه از مایک پنس معاون رئیس جمهوری خواستند تا با اجرای این متمم دونالد ترامپ را از قدرت برکنار کند این نامه با 223 رأی موافق در مقابل 205 رأی مخالف تصویب شد و در آن تاکید شده

اقدامات رئیس جمهوری نشان داد که او کاملا ناتوان از انجام وظایف مهم و بنیادی خود است و از همین رو باید از قدرت بیدرنگ برکنار شود برکناری رئیس جمهوری یک اقدام بیپیشینه است اما نیاز است چون به خاطر خطراتی که او متوجه ساخت ما لحظه های را در تاریخ داشتیم نمایندگان امریکایی هشدار دادند در صورت خودداری پنس مجلس نمایندگان دونالد ترامپ را استیزا خواهد کرد. پیش از تصویب این قطنامه مایک پنس در نامه خطاب به نانسی پلوسی بر کنار دونالد ترامپ را بر خلاف مساله ملی دانسته بود. اگر معاون ترامپ باز هم خواست نمایندگان مجلس را رد کند و در صورت ریاوردن استیزاه ترامپ در مجلس نمایندگان لایحه استیزا به مجلس سنا فرستاده خواهد شد و این مجلس برای برکناری یا عدم برکناری ترامپ با عنوان دادگاه عمل خواهد کرد اگر دادگاهی در سنا برگزار شود که با توجه به قطع رابطه مشمک کانل با ترامپ ممکن است برای سیزا شواهد نیز وجود خواهد داشت این هم دونالد ترامپ که پس از حمله مرگبار هوادارانش به کنگره برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد. او به سران دموکرات در کنگره نسبت به استیزاهش هشدار داد. برای نانسی پولوسی و چاک شومیر که در این بخش ادامه میدهند، این کار می تواند به خطرات باعث خطرات و نفاق و دودستگی بیشتر در کشور بیانجامد. من از خوشنط بیزارم. آقای ترام همچنین درباره رای متمم 25 قانون اساسی گفت از این کار بیم ندارد اما بعد با جو بایدن هشدار داد مراقب آنچه برای دیگران آرزو می کند باشد چون ممکن است در آینده دامن خود او را بگیرد